بخش سوم گفتار عمومی 149 خودمون رو شروع میکنیم در مورد محورهای اساسی که در لیبرالیسم کلاسیک وجود داره زمانش رو من گفتم در چه دوره این قرار داد از قرن 16 تا پایان قرن 19 خب در لیبرالیسم کلاسیک شاید مهمترین مسئله که همچون که اسمش مشخصه لیبرال یعنی آزادی خواه این واژه لیبرالیسم به آزادی تاکید داره و این آزادی در مقابل دولت تعریف میشه این مسئله بسیار مهمی هستش که ما از ابتدای این جریان اگر شروع کنیم این قرن 17 رو در نظر بگیریم هنوز ما دولت های ملی یا دولت ملت ها رو نداریم و ما میدونیم که همطور که پری اندرسون در اون کتابش دولت های مطلقه رو تاریخ دولت های مطلقه مطرح میکنه ما پیش از اینکه دولت ملت ها یا اون چیزی که بهش گفته میشه دولت دموکراتیک به وجود بیاد دولت مطلقه به وجود بیان یا دولت های به وجود بیان یعنی دولت هایی که انسجام سیاسی اقتصادی اجتماعی میدن به چیزهای چیزی که بهش امروز ما میگیم کشور و کاملا دیگه تو ذهنمون مشخص چیه ولی باید بدونیم که قبل از این اینطور مشخص نبود تو این مرزبندی ها این قوانین سفت و سخت و غیره به این شکل نبود خب یک دورانی داره که این به وجود میاد و این دوران همون دورانی هستش که از لحاظ تجاری هم یا سیستم تجاری داره تبدیل میشه به بازار جهانی و داره تبدیل میشه به سرمایه داری سنتی مدرن. خب، و بنابراین در اون دوره ای که اولی که این لیبرالیسم کلاسیک داره شکل میگیره، دولت یک قدرت بسیار بسیار مطلقه اصلا اسمش روش ابسولوتیست است و حتی زمانی که ما میریم در قرن مثلا 18 یا 17 18 و حتی 19 میبینیم که حتی زمانی که انقلاب فرانسه مثلا در سال 1789 اتفاق میافته و انقلاب مثلا آمریکا در تقریبا سال 1786 در اون حدود ما میبینیم که هنوز دولت ها به رغم اینکه انقلاب سیاسی اتفاق افتاده به معنایی که امروز ما بهشون به یک دولت توسعه یافته در کشورهای دموکراتیک میگیم دموکراتیک دموکراتیک نیستن در اونها هر کسی حق رأی نداره زنان حق ندارن حق انتخاب شدن ندارن همه مردان به یک نسبت ندارن و اصولا افراد حتی اون جایی هم که حق رأی دارن توانایی انتخاب درست ندارن بلکه سواد یک امر بسیار محدود هستش افراد دسترسی به اون دانشی که لازمه برای انتخاب مثلا نمایندگان درست ندارم و این نمایندگان اغلب افرادی هستن که تکرار میشن سیاست مدار هستن مفهوم سیاست مدار کاملا وجود داره امروز هم وجود داره ولی ما داریم میریم همینطور به طرف اینکه سیاست مدار حرفه ای اگر ما واقعا بخوایم به سیستم های آزاد برسیم باید جای خودش رو بده به سیاست پاره وقت یا سیاست که لاقل یک چرخشی داشته باشن به قول پارتو و در قدرت باقی نمونن در اون مفهوم چرخش نخبگانی که پارتو مطرح میکنه خب در اینجا بنابراین ما میبینیم که دولت همیشه یک عامل خطر این کاملا متفاوت با دولت قرن بیستمی و دولتی که خصوص بعد از جنگ جهانی دوم وجود داره و به همین جهتی که که لیبرالیسم کلاسیک رو باید ما متفاوت بدونیم از به صلاح هم لیبرالیسم دموکراتیک بعد از جنگ جهانی دوم و هم نولیبرالیسم چون امروز وقتی ما از دولت صحبت میکنیم همه انتظار دارن دولت دولت کمک بکنه به نظم اجتماعی کمک بکنه به بهتر شدن وضعیت حمایت کنه از تولید کنندگان کن. حتی همین نولیبرالیست ها وقتی بحث امنیت ملی پیش میاد بحث تهدید خارجی تحدید نظامی خارجی پیش میاد کشوری مثل آمریکا که همیشه سردمدار داستان تقریبا همیشه سردمدار داستان به صلاح نقش اقلیتی برای دولت بوده این نقش اقلیتی رو در قدرت نظامی ندیده در قدرت امنیتی ندیده بنابراین یک دیدگاه کاملا روشن وجود داره که دولت باید حمایت کنه از مردم در حالی که در ابتدا چنین چیزی نیست در ابتدا دولت یک چیزی همون چیزی که هابس میگه یک دولت مقتدری هستش که یک ایولایی هستش که همه چیز رو برای خودش میخواد و مردم باید زیر سلطهش باشن به همین جد هستش که در برابر این یک روحیه و یک منش آزادی خانه شکل میگیره و این آزادی یعنی تاکید بر اینکه کنشگران اجتماعی کسانی که مردمی که در زیر سلطه یک دولت هستن باید از آزادی برخوردار باشن و این آزادی تعریف بشه چون در دوران باستان افراد نه آزادی حرکت داشتن نه آزادی ابراز بیان عقیده داشتن نه در مقابل قدرت سیاسی اصلا حقی داشتن میتونستن از خودشون دفاع کنن خب در اون دموکراسی مدیسونیان یا دموکراسی مونتسکیو این حقوق داده میشه قائل میشه وقتی این بحث جدایی سه قوه مطرح میشه قوه مجریه قوه قضاییه و قوه مقننه دقیقا برای این است که حکومت قانون به وجود بیاد و من این رو بعد میگم که این آزادی بنابراین تعریف شده است یعنی اینکه افراد آزادن بر اساس قوانین از حقوق برخوردار حقوق مشخص اجتماعی برخوردار باشن و بنابراین آزادی رو دولت نمیتونه تحت هیچ عنوانی برای خودش به انحصار در بیاره حالا با هر هدفی که اعلام میکنه و این در بسیار لیبرالیسم کلاسیک کاملا روشنه که دم زدن از این که ما آزادی شما رو میگیریم برای که مردم بتونن مثلا وضعیت بهتری داشته باشن همونقدر نفی میشه که این آزادی تحت هر عنوان دیگه گرفته بشه و آزادی که از اصلای بسیار مهمه و بعد وقتی ما به بحث فرد و جمع میرسیم باز در لیبرالیسم کلاسیک مسئله فرد و جمع کاملا یک انتخاب روشن درش وجود داره و اون فرده یعنی فردگرایی یا اندیویدوالیزم همیشه در لیبرالیسم اولویت داشته بر جمعگرایی و بر بسیار منافع جمع منطقه بحث این نیست که فردگرایی بخواد علیه جمعگرایی عملی بکنه بحث عمدتا این بوده که برای اینکه خیر جمعی اتفاق بیفته کنش فردی کنش بهتری هستش تا کنش جمعی یعنی کنش جمعی رو عمدتا در کنش دولتی می‌دیدن بنابراین معتقد بودن که حتی زمانی که بحث غیر جمعی هستش باز هم مثلا افراد مثلا بنگاه های خصوصی بهتر میتونن این کار رو کمک بکنن به دولت که انجام بده تا اینکه خود دولت رسن وارد قضیه بشه و حالا این تفاوت با فردگرایی جدید چه این فردگرایی جدید هرچه بیشتر یک فردگرایی سلب کننده است و سلبی نسبت به دیگران یعنی هرچه بیشتر یک داروینیسم اجتماعیه یعنی میگه هر کسی باید گریم خودش خودش از آب بکشه بیرون فرد آ ربطی به فرد ب نداره فرد آ موفق شده چون بیشتر کار کرده فرد به موفق نشده چون کمتر کار شده و این ربطی به فرد آ نداره در لیبرالیسم کلاسیک چنین چیزی نیست در اینجا اون فضیلتی که فرد داره از جمله در خدمت جمع هست و نکته دیگه که در اینجا وجود داره اون رابطه با دولته یک نوع رابطه خاص با دولت وجود داره که این رابطه با دولت یک رابطه در واقع نمیخوام میگم متخاصم هست بلکه یک رابطه کنترل هست یعنی اینکه جامعه باید دولت رو کنترل کنه نه دولت جامعه رو دولت همیشه باید زیر دست جامعه باشه خدمتگذار جامعه باشه این اصلی بوده که چه مشروط خواهانی مثل مونتسکیو چه که جمهور خواهانی مثل روسو و دیگران بهش اعتقاد داشتن همه جناهای انقلاب فرانسه و غیره که دولت باید به در خدمت مردم باشه البته اون جناهای تندی مثل جناهای ژاکوبن و غیره از همین جاست که جدا میشن و گرایش های تند روانی خودشون نشون میدن چون معتقدن اونها بهتر از مردم منافع مردم رو تشخیص میدن در حالی که در لیبرالیسم کلاسیک بحث این است که باید همیشه نسبت به دولت یک فاصله داشت و با شک و تردید نگاه کرد به دولت چون دولت یک نوع تمایل درونی داره به اینکه سلطه ایجاد کنه بر روی جامعه و بخواد قوانین خودش رو تحمیل کنه قوانین خودش به این معنا هستش که قانون رو یک امری که از افراد کنشگر جامعه بیرون بیاد نمیبینه بلکه تمایل به این داره که اون رو بهش شکل بده دستکاری کنه افراد جامعه رو زیر فشار خودش بگیره تا بتونه قانون رو به صورتی تنظیم کنه که بهترین سود رو برای او داشته باشه در حالی که در لیبرالیسم کلاسیک مسئله اساسی این است که قانون ابزاری هستش برای کنترل و محدود کردن قدرت دولت و هر نوع قدرتی که بخواد آزادی رو از بین ببره بخواد فردگرایی رو از بین ببره بخواد کنش فردی رو از بین ببره کنش جمعی در خارج از خودش رو از بین ببره و برای این اتفاقا ما میبینیم که لیبرالیسم کلاسیک قانونگرا هست یکی از اصول دیگه لیبرالیسم فردی است قانونگرایی و قانونگرایی یعنی این که به همین جهت هم در اون تفکیک قوایی که ایجاد میشه قوی مقننه از قوه مجریه که دولت در مفهوم حکومت هست جداست و از قوی قضایی هم جداست و قانون رو قوه مقننه تنظیم میکنه و قانون مهمترین چیزی که درش وجود داره برابری همه در برابر قانون هست یعنی اینکه روی این بسیار تاکید میشه که هر کسی از هر نژادی از هر بسیار قومیتی باید برابر باشه حالا کسانی که طرفدار لیبرالیزم کلاسیک هستن این رو به تدریج البته میپذیرن ما مثلا موقعیت زنان رو تا تقریبا نیمه قرن بیستم نمیتونیم ببینیم که در یک نوع برابری با مردم قرار بگیرن یا برای اقلیت های قومی و غیره همیشه مسئله وجود داره حتی در ابتدا برای افراد جامعه بر اساس ثروت اقتصادی که دارن محدودیت وجود داره ولی به وقتی میگن همه این همه یک کمی هستش که دائما بیشتر باید باشه نه کمتر ولی در ابتدا با همه ای در کار نبوده یعنی این در خود دموکراسی یونانی هم همینطور بوده که اون که کاملا کارشیک بوده و اصلا شامل همه نمی شده نه یعنی فقط زنان درش نبودن بلکه بردگان هم که مثلا نیمی از جامعه بودن درش جایی نداشتن یعنی حد اکثر 20 درصد جامعه مثلا فرض بکنیم میتونستن درش مشارکت کنن که اون هم بر اساس نظام خیشاوندی پدران خانوار و پاتریارکا یعنی اون پدر سالاران بسیار بسیار قدرت بیشتری داشتن بنابراین قانون بسیار مهمه منطقه قانون نه به عنوان ابزار دولت بلکه قانون به مصابه یک خرد جمعی که در اون قوه مقننه باید به تصویب برسه همون قانون اساسی که توی آمریکا اونقدر مقدسه و اصل و اساسی قرار میگیره که نه تنها برای همون زمان بلکه اصلا به نظر او برای همیشه باید نظم بده به این قانونیت و البته الحاقیه هایی که بهش وصل میشه برای اینکه بتونه با زمانه همینطور بره جلو و بهتر بشه و مکانیزمی هم هست که بتونه این الحاقیه ها بیشتر و بیشتر بشن و در این حال تغییر قانون اساسی تقریبا کار بسیار بسیار مشکلی هست چون اصل و اساس پایه جامعه ای هستش که اونها متصور می